بازی تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش در آخرین دیدار مرحله گروهی 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مقابل عراق با تساوی بدون گل به پایان رسید. در همین ارتباط علی عمادی همکارم اینجا همراه ماست. علی، بازی ایران و عراق همیشه حساس بوده، این بازی چطور بود؟ همونطور که گفتی مهمترین بازی ایران بوده تا الان. برای خیلی از کارشناسا این نظر دارن که داشتن پیش از این دیدار که بازی ایران و عراق محک اصلی تیم ملی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 هست، واقعا هم همینطور بود. البته ایران، یعنی کارلوس کیروش با یک فرمیشن جدیدی رفت در وارد زمین شد و در واقع آرایش با هافک‌های دفاعی بیشتری، اصلا با 4 تا تغییر رفت وارد زمین شد. برای همینه که میشه گفتش که ایران رفته بود برای صدرنشینیشو حفظ بکنه، برای کسب یک تساوی با همون 7 امتیاز، حالا بره با تیم‌های سوم گروه‌های ای، اف و بی، یعنی تیم‌های عمان، لبنان و یا فلسطین بازی بکنه، به جای اینکه هم بخواد بازی مرحله بعدش مقابل عربستان سعودی و یا قطر باشه که فردا بازیشون مشخص میشه که سرگروه گروه ای، گروه پنجم کی است که الان عراق بود. به هر حال نیمه اول ایران خیلی بهتر بازی میکرد و میتونست گل بزنه و بیشتر نزدیک 60% بازی در اختیارش بود، اما نیمه دوم در کل عراقیا بهتر بودن. یک توپ 100% رو هم برامه از توی دروازه موفق شد که دفع بکنه و در واقع ضربه هدی که میتونست دروازه ایرانو باز بکنه نجات داد دروازه ایرانو. این 7مین تساوی در تاریخ فوتبال ایران و عراق هست و حالا با این نتیجه به هر حال میشه گفتش که ایران راه هموارتری داره برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی. حریف بعدیش یکی از تیم‌های سوم گروه‌های خیلی ضعیفی هست، در واقع همونطور که اشاره کردم لبنان، عمان و یا فلسطین، که بخت ایران برای صعود خیلی بیشتره. ممنون از گزارش تو علی عمادی. خیلی